که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گره یه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه بابل هوایج، بابل هوایج برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیم و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج، باب الهوائج. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ثم الصلاة والسلام على أشرف سفرائه المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. دوست داشتم در تلیعه منبر این نکته رو عرض بکنم که
خب بعضا توجه داریم به دعاهایی که میکنیم برای حضرت حجت و میدونیم که قبل از این که بخواد این دعا، مثلا دعای سلامتی امام زمان، یک برکتی رو، یک نفعی رو از خداوند متعال درخواست کنیم، متوجه حضرت حجت بشون. قبل از همه اینها نفعش متوجه به خود ماست. مرحوم فقیه احمد آبادی که قبرش در قبرستان تخت فولاد اصفهان هست، حالا اگر توفیق داشتین من رفتم، شما هم انشاءالله زیارت بکنید، علمای بزرگواری که اونجا مدفون هستن، صاحب کتاب مکیال المکارم هست ایشون. خب همونطور که مستحضر هستید، این کتاب رو نگارش کرد و علت تألیفش این بود که به ما یاد بده و تبیین کنه و روشن کنه که دعاهایی که برای حضرت حجت سلام الله علیه میکنیم چه فوایدی برای خود ما داره، خود اون شخصی که دعا میکنه برای حضرت، در واقع تمام برکتش برای خود ماست. قبل از اینکه در واقع ما تصور بکنیم قرار نفعی متوجه حضرت بشه به وسیله دعای ما، که البته وظیفه‌مونه باید انجام بدیم. در اونجا یک روایتی رو ذکر میکنه مرحوم فقیه احمد آبادی، مضمونش رو خدمتتون عرض میکنم. میگه که گاهی اوقات میشه انسان برای برادر ایمانی خودش دعا میکنه و میگذره، عمر دنیا تموم میشه، از قضا این شخصی که دعا کرده بود در حق برادر مؤمن خودش میشود از اهل جهنم، یعنی اون رو صدا میزنند، نامه عملش رو به دست چپش میدن و میگن که ببرین اینو به سمت آتش. فایده دعا رو میخواد بگی، فایده دعا برای حضرت حجت. در همین اثنا که دارن این شخص رو میبرن به سمت جهنم، اون برادر مؤمنش که این شخص جهنمی در حق او دعا کرده بود، این برادر مؤمن میاد اونجا به خداوند متعال عرض میکنه که خدایا این بنده تو کسی بود که در دنیا برای من دعا کرد، دعای خیر کرد، اعم از این که دعا برای سلامتی شخصی بخوایم بکنیم یا دعا کنیم رزق و روزیش زیاد بشه، هرچی، دعای خیر، این شخص برای من دعا کرد، من رو در امر او شفیع قرار بده و خداوند شفاعتش رو قبول میکنه. خداوند شفاعتش رو قبول میکنه، این شخصی که اهل آتش جهنم بود به برکت این شفاعت اهل بهش میشه. مرحوم فقیه احمد آبادی ذیلش توضیح میده، میگه که این فایده دعا کردن برای یک مؤمن عادیه. امام زمان که رئیس المؤمنینه، امام زمان که رأس گروه مؤمنان قرار داره، ایمانی بالاتر از او در این زمان نیست. اگر برای او دعا کنیم دیگه چه برکاتی قراره به ما برسه، که یکی یکی میشماره، عنوان هر بابیش رو در واقع اون فایده هایی قرار داده که به سبب دعا کردن برای حضرت حجت نصیب ما میشه. کل کتاب مکیال المکارم فی فواید دعای للحجه، یعنی به جای اون
اسم حجتی که بنده عرض کردم اون نام خاص حضرت حجت رو که به معنای قیام کننده می باشد اون لقب خاص رو ذکر میکنه و خوبه که مطالعه بکنیم، خوبه که در تلیعه منبر دعا کردیم برای سلامتی امام زمان، بدونیم این دعاها چه برکاتی داره، با معرفت دعا کنیم. خب در ایام محسنیه قرار داریم، هفتم ربیع هست امروز، ایام مظلومیت آقا امیرالمؤمنین. اتفاقات مهمی در این هفته افتاده که از جمله اون بحث لیلة المبیت آقا امیرالمؤمنین هست که این لیلة المبیت یک شب نبوده، اگرچه اون آیه قرآن ناظر به تحقق این فضیلت در یک شب هست که اگر اون شب آقا امیرالمؤمنین به جای آقا رسول الله در بستر نمی خوابیدند، آقا رسول الله جان سالم به در نمی برد. توطئه ای که منافقین کردن برای قتل حضرت و قرار شد که از هر قبیله، از 40 تا قبیله، از هر قبیله یک نفر بیاد توی این گروه با هم دست جمعی در واقع آقا رو به قتل برسونن که بعدن اولیاء دم نتونن حق رو بگیرن، یا اگرم بخوان بگیرن در واقع با 40 تا قبیله مواجه باشن، نفهمن قاتل کیه. که خب این دسیسه هم به واسطه امیرالمؤمنین خونسا شد. لیلة المبیت بود، هجوم هایی که به خانه وحی صورت گرفت، اون خونه ای که اگر عزرائیل میخواد بیاد در اون خونه و جان آقا رسول الله رو به امر و فرمان خداوند متعال قبض بکنه باید اجازه بگیره، باید اذن بگیره، اما یک همچین منزلی رو، یک همچین خانه ای رو با اون توصیفاتی که شنیدید و جسارت‌ها و حتک حرمت‌ها و اهانت‌هایی که انجام دادن وارد شدن و جسارت کردن، حضرت محسن سلام الله علیه به شهادت رسید، شخصیتی که خداوند متعال اولین محاکمه روز قیامت رو در باب قاتل او قرار داده، اول من یحکم فیه محسن ابن علی. خب یک همچین مسئله، حالا بیان به ما اشکال بکنن که شماها اهل بدعت هستید، روی سخنم با اون افرادیه که اصلا معنای بدعت رو هم نمیدونن. درد و مصیبت ما اینه که در مسائل دینی، در مسائل معرفتی افرادی میان اظهار نظر میکنن که اصلا تخصصی ندارن و اگر در اون حیطه کاری اون شخص خود شما بری نظر بدی، شما رو به شدت سرزنش میکنه، به شدت ملامت میکنه که چرا تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت کردی. اما از مظلومیت اسلام یکی از نشانهاش همینه که هر کس و ناکسی به خودش اجازه میده بیاد در این زمینه نظر بده، در این زمینه صحبت بکنه، مباحث مهدویت بذارن، مباحث امامت بذارن. کسانی که تخصص ندارن 4 تا کتاب میخونن، فکر میکنن که هیچ کس با خوندن 4 تا کتاب پزشکی، 4 تا کتابی که مرتبط با پزشکیه، دکتر نشده. بگذاریم. در این ایام سند مظلومیت امیرالمؤمنین رقم خورده، کم اهمیت نیست، هرچند هیچ کس
کس دیگر رو تحمیل نمی کنه به اینکه تو بیا تو دار و دسته ما، تو بیا تو گروه ما، تو بیا با ما پیرم مشکی بپوش، عزاداری کن. اصلا ما در شب عاشورا هم یک همچین اجبار و تحمیلی نداریم، اختیاریه. خود مردم دوست دارن میان برای سید و شهدا اقامه عزا میکنن. اما حد که حرمت کسی حق نداره بکنه. عزاداری نمیخوای بکنی، حد که حرمت نکن لااقل. اگر حضرت علی اصغر سلام الله علیه سند مظلومیت پدرش سید و شهداست و همه اینو میدونن، کسی هم انکار نمیکنه، روزه هاشم میخونن، مصیبتشم بیان میکنن، اگر اینه، حضرت محسن سلام الله علیه به طریق اولویت سند مظلومیت پدرش امیرالمومنینه. چرا به طریق اولویت؟ چون حضرت علی اصغر سلام الله علیه 6 ماهه بود با اون مصیبت ها و اون جراحات و اون درد و غمی که هر موقع انسان تصور میکنه به یاد میاره، دلش میسوزه. اما حضرت محسن سلام الله علیه به دنیا نیومد. و سوال ما اینه که چرا به دنیا نیومد؟ اصلا ما میخوایم این هفته پرچم عزا بلند کنیم یا رنگ لباس هامون رو به گونه ای قرار بدیم که هر کس ما رو میبینه سوال بشه براش. حالا شاید در ابتدای امر هم یه توهینی به ما بکنه، بگه بابا شما که دیگه، اما همین که این سوال براش به وجود بیاد، بگه چه خبره، ما اصلا هدفمون همینه، بگیم این هفته از مهمترین اسناد مظلومیت آقا امیرالمومنینه. امیرالمومنین چه شخصیتیه که در اوج السلام علیک خطاب میکنه به آقا امیرالمومنین که تو اول مظلومی، اول مظلوم. اشکال کردن، گفتن که خب اون که هابیل بود در تاریخ، اولین کسی که به ظلم شد هابیل بود، برادرش به جهت حسادتی که نسبت به او داشت قربانی او قبول نشد، او رو به قتل رسون. میگن که نه، این اول به معنای اول زمانی نیست. اول مظلوم که خطاب میکنیم به آقا امیرالمومنین، منظور از نظر درجه و رتبه است. یعنی در مظلومیت، در شدت مظلومیت، هیچ کسی به گرد پای امیرالمومنین نمیرسه. معنا اینه. خب اینا رو ما باید بیان بکنیم، باید اگر ادعا میکنیم باید دلیل نشون بدیم، باید مدرک داشته باشیم، باید سند نشون بدیم چرا مظلومه. یکی از ادلهش همین هفته است. این تصور رو هم باید از ذهنمون بیرون بکنیم که اگر فیلمثل شخص مسلمانی آمد و امیرالمومنین رو کنار گذاشت، این مسلمانه، حالا در بحث امامت با ما اختلاف داره. یا اینکه بعضی از افراد گفته بودن حالا یک مسئله تاریخی بوده که جانشین پیغمبر کیه، ما نباید به این مسائل خیلی دامن بزنیم. بله، ما هم همینو میگیم، ما نباید باعث تفرقه بشیم، درسته. اما بیان حقایق اگر نباشه، نسل بعدی حقایق رو متوجه نمیشه. بیان حقایق سنت اهل بیته. سنت اهل بیت یعنی امریه که مورد مذمت خداست؟ نه، معصومن اهل بیت. هر جا فرصت پیدا کردن، حتی در قالب تقیه هم به نحوی که ممکن بوده بیان کردند حقایق رو. دو تا مقوله جدا از همه،
نباید تاریخ رو تحریف کرد به بهانه بله ما هم دوست داریم. حضرت زهرا فرمودن اگر وحدت میخواین، اتحاد میخواین، در خطبه فدکیه به امامت ما اهل بیت محقق میشه، اتحاد بین مسلمین. پس حالا در ادامه توضیحاتم خدمتون میگم که کسی که امیرالمؤمنین رو گذاشت کنار، این دین اسلام رو گذاشته کنار، نه فقط امامت، نه فقط مثلا کسی بیاید بگوید بله ما در زمینه امامت با مخالفین خودمون اختلاف نظر داریم، امامتشون مثلا درست نیست. نه، مگر نه اینکه ما در زیارت جامعه کبیره میخونیم من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم، یعنی توحیدشون هم زیر سوال میره. کسی که امیرالمؤمنین رو به عنوان امام خودش قرار نده، قبول نداشته باشه با اون شرایط خاصش که امامت غیر از امیرالمؤمنین و غیر از اون افرادی که نص صریح آقا رسول الله دلالت بر امامتشون میکنه، امامت اونا رو باید رد بکنه. این امامت مورد پذیرشه، نه امامتی که بعضی ها دارن در ضمن امامت افراد دیگه. توحیدشون هم زیر سوال میره. توحیدشون منهاج الکرامه یکی از کتابهای درسی ماست در حوزه های علمیه، بعضا تدریس میشه از کتب کلامی مرحوم علامه حلی هست، ایشون اونجا نقل میکنه، میفرماید که حالا زمان خودشون رو ظاهرا اشاره میکنن، اینطور که من متوجه شدم، میفرماید که ما در بغداد میبینیم بعضی از این اهل تسنن بالای پشت بومای خودشون، بعضی از این اهل تسنن بالای پشت بومای خودشون علوفه، یونجه، جو این موارد رو میذارن و اعتقاد دارن که خداشون شبهای جمعه به شکل یک جوان موفرفری زیبارو سوار بر یک خر میشه و میاد به زمین. این علوفه ها رو میذارن که خدا، خر خدا رو جلب توجه کنن، بیاد رو پشت بوم اونا بشینه، نره جای دیگه. خداوند متعال میاد خرش رو اونجا پیاده میکنه، بعد میره مشغول میشه به صدا زدن بنده هاش که آیا کسی هست بیاد توبه بکنه یا نه. ابن عساکر هم از خود علمای مخالفین نقل میکنه مشابه این داستان رو، سندش اونجا علامه حلی میاره. این خدا، خدای افرادی که کانال معرفت شناسیشون مدرسه احادیث اهل بیت نیست، اهل بیت رو، امیرالمومنین رو کنار گذاشتن، این میشه نتیجش که اون شخص عالم یهودی یا حالا نصرانی، الان حضور ذهن ندارم، اومد از ابوبکر سوال کرد، گفت که شمایی که ادعا میکنی جانشین پیامبری، من یه سوال دارم، خدا کجاست؟ ابوبکر با خودش فکر کرد، گفت که اون بالاست. بعد این عالم سوال کننده گفت که پس اگه اون بالاست پس رو زمین نیست، پس از زمین خبر نداره. موند بیچاره. بعدن رفتن از امیرالمؤمنین پرسیدن، حضرت فرمودن که اصلا سوال تو غلطه، به این مضمون سوال تو غلطه، خدا قبل از اینکه جا و مکانی وجود داشته باشه وجود داشت، قبل از اینکه جا و مکان میشه خدا مکان رو خلق کرد، عین العین بلا عین. پس این نتیجه رو میگیریم، کسی که امامت اهل بیت رو
امامت امیرالمومنین و بچه‌هاش رو قبول نداره، توحیدش هم خرابه، نبوتش هم آلوده است. که این شخصی که قرآن رو به آتش کشید، سلوان نامی اگر اشتباه نکرده باشه، میگه که من اهل مطالعه‌ام، تفسیر طبری و صحیح بخاری رو خوندم. خب چه مطالبی مگه تو اونجا اومده که میاد میگه این کتاب به درد الان نمیخوره، این کتاب کتاب تروریستیه، کتاب داعش‌گونه است. مطالبش از قول اون همسر پیغمبر که گفت پیغمبر خدا 6 ماه جادو شد نمیدونست چیکار بکنه، یا در جای دیگه آوردن که شیطان یه سری آیات رو القا کرد به آقا رسول الله. خب بله، من هم اگر یه همچین تفسیری رو بخونم ملحد میشم اگر نرم مراجعه بکنم به مدرسه حدیثی اهل بیت. خب عرضم رو کوتاه بکنم، یک توسلی به حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، به این امید که انشاءالله این توفیق عزاداری که داشتیم در این 67 روز و شب انشاءالله سال دیگه هم قسمتمون بشه و آخرین سالمون نباشه، آخرین سالی که زندگی کردیم تو این حال و هوا. السلام علیک ایت حس دیغت و شهید. جرعه جرعه غم چشید و ذره ذره آب شد. یا فاطمه زهرا، جرعه جرعه غم چشید و ذره ذره آب شد. آسمان شرمنده از قد خم مهتاب شد. گریه ها می کرد تا امت شود بیدار، حیف از صدای گریه اش امت فقط بیخواب شد. پشت در آمد بگوید گوش عالم بشنود، ارث دریا بود آنچه قسمت مرداب شد. حضرت صدیق از گستاخی مسمار نه، از تناب دور دستان علی بیتاب شد. بانوی که تازه محسنشو از دست داده، نگاه کرد دید علی رو با چه کیفیتی به سمت مسجد میبرن. اخرجوه ملببا به ثیابه یجرونه الی المسجد. دید چجوری غریبان علی رو روی خاک میکشن به سمت مسجد. گرفتم دامن مولای خود را در چنگم و گفتم بزن قنفذ که من دست از امامم بر نمی دارم. دلم بر شوهرم می سوخت چون قنفذ مرا می زد. نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. انقدر این بی بی رو زدند حضرت از حال رفت، افتاد روی زمین. این یه بانویی بود این طوری باش رفتار شد، یه دختر امام، یه دختر رسول خدا، یه دختر امامم من میشناسم کربلا. اومد کنار پیکر پدرش، زاد و توشهی برداره از بابا.
طوری باش برخورد کردن. مقتل میگه فجتمعت عدتون من الاعراب و جروها ان جسد ابیها. همه صدا بزنید یا حسین یا حسین یا حسین یا فاطمه روز هش ستاری کن دل سوختگان را ز کرم یاری کن. ما با همه گفتیم که با زهراییم، تو نیز بیا و آبروداری کن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صاحب سلطنت هر دو سرایی محسن، نور بخش همه ارض و سمایی محسن، سر مستودع فیا به تو تعبیر شده، گل نشکفته گلزار ولایی محسن. سبتتایی و بسیار جلیل القدری، پسر فاطمه و شیر خدایی محسن،
به قیامت قسم جان جهان، اولین محکمه روز جزایی، محسن صادق آل علی گفت که موعود تویی، گناهت چیست که مقتول جفایی، محسن. کشته روز سقیفه است حسین ابن علی، سند قربت شاه شهدایی، محسن. میخ در سخت‌تر از تیر سپر کش تو را، سفر فاطمه در موج بلا، سفر فاطمه در موج بلایی، محسن. همه شب حرف دل حیدر کرارین بود، بهر مظلومیتم گشت فدایی، محسن. مادرت تا به در خانه نظر می انداخت، مادرت تا به در خانه نظر می انداخت، با خودش زمزمه می کرد کجایی، محسن. با خودش زمزمه می کرد کجایی، محسن. ای جذبه عشق در نگاهت محسن، ای چشم امید ما به راحت محسن. آخر گناه هم چیز که باید هر روز افتد نظرم به قتلگاهت، محسن. چند تا ناله زد فاطمه بین در و دیوار، شاید اول نالهش این بود یا ابتا یا رسول الله، پشو ببین امت تو بعد از تو با دخترت فاطمه چه کردن. اما یه ناله دیگه هم زد، بند دل علی پاره شد، صدا زد فزه کمکم کن، به خدا محسنم و بین در و دیوار کشتن. انقدر ضربه پا خورد به در تا که شکست، انقدر ضربه پا خورد به در تا که شکست، انقدر شاخ تکان خورد که باری افتاد. بعد یک عمر مراعات کنیزان حرم، توی ایام همه مواظب فاطمه بودن، بعد یک عمر مراعات کنیزان حرم، فزه خادم آخر به چه کاری، فزه خادم آخر به چه کاری افتاد. تا امیر المؤمنین رسید زهراشو به اون حال دید، میگن عواشو انداخ رو بدن فاطمه، چه شد بماند، خیلی مصائب اینجا سخته.
اما یه وقت دختر پیغمبر دید 40 تا نامرد اومدن، ریسمان به گردن اول مظلوم انداختن، 40 نفر سر یه تنابو میکشیدن. خیلی عجیب بود تو شهر پیغمبر، دختر پیغمبر، ای داد بیداد این همه آدم ایستادن دختر پیغمبر رو کتک زدن. کی؟ لحظه ای که دید 40 نفر دارن سر یه تناب و میکشن، اما کسی نیست کمک مولا کنه. با همون پهلوی شکسته دستشو زد به دامن امیرالمومنین، فرمود تا زنده ام نمیگذارم علی رو ببرید، آخ بمیرم. اینجا دومی دستور داد، این شعر و معروف و همه شنیدید. آن یکی گفت ببر مولا را، دومی گفت بزن زهرا را. همه تو کوچه زدن فاطمه را، خالد میزد، مغیره میزد، قنفذ میزد، خود دومی هم میزد، اما نوشتن بدتر از همه قنفذ به فاطمه زد. وقتی غلاف شمشیر رو به دست گرفت، بی محابا به مادر جسارت کرد. میدونید یعنی چی؟ یعنی گاهی به سر و صورت فاطمه با غلاف میزد، گاهی به بازوی فاطمه میزد، گاهی به پهلوی فاطمه میزد. انقدر جسارت کرد یه وقت دیدن دختر پیغمبر بیهوش رو زمین افتاد. اینجا مصیبت زیاد، رد بشم. خلاصه با اون حالش رفت مسجد، مولا رو از دست این نانجیب ها نجات داد. فرمود همه تون رو نفرین میکنم، دیگه مولا رو رها کردن. اما شاعر اینجا تو این غزل این دو بیت رو خیلی عجیب گفته، دارن با امیر المومنین بر میگردن سمت خانه. من بگم شما هم که دارید میبینید با من گریه کنید و با هم گریه کنیم. وقت برگشت به خانه همه جا خونی بود. وقت برگشت به خانه همه جا خونی بود، چشم یاری به قد و قامت یاری افتاد. تا وارد صحنه خونه شدن انقدر فاطمه از دست علی بوسه گرفت، انقدر فاطمه از دست علی بوسه گرفت، بعد از آن روز دیگر رفت کناری افتاد. بعد از آن روز دیگر رفت کناری افتاد. میخوام بگم یا فاطمه، دیدی شمشیر به صورت مولا میکشن، نتونستید تحمل کنید، فرمودید میرم همه تون رو نفرین میکنم. یا فرج الله، میخوام بگم چه دلی داشت دخترت زینب کربلا، اومد بالای بلندی، یه وقتی نیزه دار داره با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر میزنه، اونی هم که چیزی نداره داره با سنگ و چوب جسارت میکنه. دوتا دستشو خانم رو سر گرفت، ای صدا میزد، وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قد اومد، الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان.
وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.